من فکر میکنم که اگر که یک مقداری از زمانتون رو بگیریم از شما یا شما یک مقداری زمانتون رو بدیم به ماها و در عوض یه چیزی بیشتری از زمان خالی به دست بیارید، کار بیهوده نکرده باشید. من فکر نمی کنم که برنامه‌ای که من تهیه می کردم تهیه می کنم برنامه‌ای باشه پر از بیهودگی و باعث وقتکشی و وقتگذرونی. نیما یوشیچ که شاعرترین شاعر امروز ما هست، امروز زبان پارسی است، میگوید باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود. اگر شما وقتتون رو میدید به ما، به من، به برنامه‌ای که من براتون تهیه میکنم و به آدم‌هایی که اینجوری صحنه برای شما برنامه اجرا میکنن، یک کمی افزایش میدید شاید چیزهای دیگره مغزیتون رو. من نمیگم که تمام برنامه مراجع به علم هستش، برنامه شوی و شما سرگرم میشین باهاش، من اینو میدونم، ولی در لابلای هر سرگرمی و هر تفریحی هم من فکر میکنم که میشه آدمیزاد به فرهنگ مردم بپردازه. سلام، امروز کنار هم میخوایم راجع به یه موضوع خیلی مهم صحبت کنیم. انقدر این موضوع ظریفه که تشخیصش برای آدم ها مشکله. حتی بعضی وقتا مجبوریم سکوت کنیم. ابتذال قطعا بحث تخصصی هستش، ولی من میخوام با ساده ترین گفتار براتون توضیح بدم و امیدوارم این باعث شه که شما بیشتر راجبش تحقیق کنید. ابتذال پدیده ایه که خیلی زیاد برای مردم و جامعه جذابیت داره. حالا اگه بخوایم ابتذال رو توی جمله معنی کنیم، یعنی توجه کردن به چیزی که ارزش نداره. این روزا ابتذال یه صنعته، از موسیقی بگیر تا فیلم، سریال و چیزهای دیگه. اگه کتاب مثنوی مولانا دفتر چهارم رو خونده باشید، یه حکایت خیلی جذابی رو راجع به ابتذال میگه و اگرم نخوندید که بهتون پیشنهاد میکنم حتما بخونید. خب این روزا انتخاب کردن اثری مثل فرهنگ، هنر، سرگرمی و نقد که خودش ابتذال نداشته باشه سخته و پیدا کردن راهنما که بگه آیا این ابتذاله یا نه سخته. اثرات ابتذال هم میتونه روی آثار فرهنگ، هنر و سرگرمی‌های ماها تأثیر بذاره و سطح سلیقه‌مون رو به طور چشمگیری پایین بیاره. حالا چرا ابتذال مهمه و مردم رو به سمت خودش کشونه؟ اینکه سطح سلیقه مردم چقدر افت داشته کاملا مشخصه. خب فقط اثر هنری نیست که میتونه به ابتذال کشیده شه، بلکه رفتار و گفتار یه شخص، عقاید، احساسات و سلیقه اونو هم میتونه به ابتذال بکشونه. پیدا کردن این افراد هم اصلا کار سختی نیست. کافیه ببینید چه موسیقی گوش میدن، چه فیلمی میبینن و چه بازیایی انجام میدن و خیلی چیزای دیگه. کسی هم که ابتذال رو نشون میده نمیاد قبول کنه که این کار رو داره انجام میده، برعکس دم از آزادی بیان میزنه. بریم با هم یه ویدیویی ببینیم، خیلی زود برمیگردیم. آقای عزیزی، سه تا نویسنده ایرانی. سه تا نویسنده ایران؟ نویسنده ایرانی از کجا پیدا کنم؟ نویسنده ایرانی بیکارن، ما با اونا زیاد نمیخوریم. بیکارم میشینم مینویسم. الان میشه خودت سه تا نویسنده ایرانی بگی. الان خودم گفتم اونا بیکارن مینویسم، ما با اونا خیلی کار نداریم. من حالا باز اگر بخوام صحبت بکنم، همواره زندگی خودم رو با یک فوتبالیست مقایسه میکنم. چند روز پیش نوشته شده بود یکی از فوتبالیست‌های مشهور پنت هاوسی داره حدود 1750 متر، حداقل متر 25 گلیون. برای من معلم فلسفه هنوز دریغ از این که 2 متر جا در این کشور داشته باشم. احساس میکنم این کشور بدون فوتبال کشور نخواهد بود، این کشور بدون برخی از چهره‌ها کشور نخواهد شد، این کشور بدون علی دایی کشور نخواهد بود، این کشور بدون علی پروین کشور نخواهد بود، اما این کشور بدون عبدالکریمی میتونه کشور باشه، این کشور بدون اهل فلسفهش میدونه کشور باشه. من احساس میکنم، احساس طفیلی بودن میکنم در این ساختار. من زیادیم. چرا؟ چون این جامعه نیازی به تفکر نداره ولی براش فوتبال مهمه. خب همونطوری که دیدید آدمهای بزرگ به خاطر شرایطی که پیش اومده جایی توی کشورشون ندارم متاسفانه. توی این 20 سال گذشته یکی از چیزهایی که به سمت پوچ و محسن کشیده شده قطعا ابتذال بوده.
خیلی دوست ندارم موضوع پیچیده یا تخصصی کنم، ولی پست مدرنیسم در تلاشه که جامعه ها رو با دیدگاه خودش از نو بسازه و تا حدودی هم موفق بوده. و تو این روزا میبینید بعضی چیزا زشت شدن، مثل معماری، هنر، صنعت موسیقی، فیلم و چیزای دیگه. خب شاید بپرسین هدفشون از این کار چیه؟ هدفشون نابودی کامل فرهنگه. مثلا همین تلویزیون، تبلیغ خانواده‌های از هم پاشیده شده، یا جوونایی که رفتارهای پوچ و لاتو از خودشون نشون میدن و همه جوره به ما تلقین میکنن که هر چی که میبینیم واقعیت جامعه است. خب الان ببینید همون کارهایی که تلویزیون به ما میگن داریم انجام میدیم و کاملا دارن انحرافو برای مردم جذاب میکنن. خب به نظرتون اگر ما مردم هر روز این برنامه ها رو دنبال کنیم چه اتفاقی برامون میافته؟ It doesn't much matter what you say on the telephone. The telephone as a service is a huge environment. And that is the medium. And the environment affects everybody. What you say on the telephone affects very few. And the same with radio or any other medium. What you print is nothing compared to the effect of the printed word. The printed word sets up a paradigm, a structure of awareness which affects everybody in very, very drastic ways, and it doesn't very much matter what you print as long as you go on with that form of activity. خب امروزه معیار مشهور شدن دیگه مثل 20 سال پیش نیست. الان کاملا به سمت فساد اخلاقی و هرزگی رفته. یعنی استعداد هنری جای خودشو به ابتذال و هرزگی داده. هرچی بیشتر رو مستهجن‌تر باشید همونقدر معروف‌تر میشید. یه سوالی که اینجا پیش میاد اینه که توی شبکه‌های اجتماعی دنبال چی هستی؟ موفقیت‌های توی زندگی، شخصیت؟ نه، فقط و فقط خودشیفتگی. خودشیفتگی معیار مهم بودن و رضایت توی زندگیامون شده. قطعاً سلبریتی‌ها باعث بازتاب این قضیه شدن. حالا تمام اینا رو من از شما میپرسم، شما توی سلبریتی‌ها دنبال چی میگردین؟ موفقیت، شخصیت، استعداد، اصالت؟ قطعاً نه. موسیقی این روزا بیشتر از هر زمانی تو خالی و مستهجن شده. یادم یه زمانی ما جوونا خشم و عصبانیت خودمونو از طریق موزیک و اعتراض بیان میکردیم، ولی الان خیلی کمتر از گذشته یا حتی اصلا دیگه وجود نداره یا نمیذارن دیدشه. قطعا زمانایی هم بوده که آهنگای سطح پایین پخش میشده ولی کمتر کسی به اون توجه میکرده، ولی الان برعکس شده. حالا اجازه بدید بریم کنار هم صحبتهای فرهاد هم در گذشته راجع به ابتذال بشنویم و بعد برگردیم. اگر شما یک خواننده بودین، حاضر بودین فشاری رو تحمل بکنین، کمبود درآمد مادی رو تحمل بکنین، ولی کار خوب عرضه کنید. برای کسی که بخواد کار رو آسون بکنه و برای کسی که نتیجه مادی قضیه فقط و فقط براش مطرح باشه، بهترین جواب اینه که آقا مردم اینجوری میخوان. خب مردم هم وقتی که 24 ساعت این نوع موسیقی بشنون البته خوششون میاد، البته خودشون هم زمینه دارن، قبول دارم. عموما طبع اکثریت قریب به اتفاق مردم به ابتذال گرایش داره، در این هیچ شکی نیست و این اصلا ربطی به کشور ما نداره، در تمام دنیا همینه. متاسفانه روز به روز داره بیشتر هم میشه. ولی به نظر من اجرا کنندگان و وجود آورندگان آثار هنری، سمعی و سری از هر نوعش، کسانی که به هر حال به شکلی روی مردم اثر میذارن، میتونن چیز خوب تحویل بدن. خب اینجاست که میبینیم شرکت‌های پخش موزیک از این دست موسیقی‌ها حمایت میکنن، بعد از یک یا دو سال هم کنار گذاشته میشن، ولی موسیقی‌های مصرفی کاملا مورد حمایت قرار میگیرن و سالها توی بورس هستن و جایگزین زیادی هم در آینده دارن. کسی که بیاد در مورد بدیهای مواد مخدر حرف بزنه قطعا اجازه نمیدن که یه سوپر استار بشه. خالی از لطف نیست که بریم یه انیمیشن کوتاه ببینیم، دوباره با هم برمیگردیم.
این روزا همه از ترس قضاوت دیگران توی رسانه‌های اجتماعی سکوت کردن و چیزی نمیگن. خب با این کار داریم این فرهنگ رو قبول میکنیم و کم کم همرنگ اجتماع میشیم و اونو توی جامعه همون قبول میکنیم. برای همینه که ما تنوع فرهنگی بین جوان‌ها رو نداریم. ما به قدری غرق محتوای سرگرم کننده های هیچ و پوچ شدیم که وقتی حتی برای اعتراض علیه فرهنگی که داریم دریافت میکنیم رو نداشته باشیم و حتی نمیذارم به فکر پرورش دیدگاهمون باشیم. الان نگاه کنیم به خودتون، مدل موهای یکسان، ریش یکسان، لباسهای یکسان، خالکوبیهای بیمعنی یکسان و حتی دیدگاه سیاسی یکسان. دیگه هیچ اصالتی وجود نداره. حتی اگه این روزا به موزه گالری بری چیزای عجیبی میبینی. به نظر شما اینا چی هستن؟ اینا هنر مفهومی هن؟ عجیبه. ما از شکسپیر و مولانا و هزاران هنرمند دیگه به اینجا رسیدیم. وقتی زشتی به جای زیبایی مورد تشویق و تحسین قرار میگیره، ما میفهمیم که تمدن در حال سقوطه. شاید مشکل از اینه که ما حوصله‌مون از اونچه که به ما ارث رسیده سر رفته و فرهنگو کاملا داریم فراموش میکنیم. با پوچ کردن فرهنگمون میتونیم اونو کاملا نابود کنیم. ما نیاز داریم جامعه رو روبه زیبایی، استعداد و تجلیل از موفقیت‌های انسان‌ها الهام بگیریم. از نظر من تا زمانی که مردم آگاه نباشن ابتذال هست و قطعا ابتذال و فرهنگ عامه برای سلطه و سرکوب مردمه. خب طبق روال همیشه میریم سراغ بهار که کتاب امروز رو برای شما معرفی کنه. پس جایی نرید. درود به همه دوستان، چطورید؟ من بهار هستم و امروز اینجام با یه معرفی کتاب دیگه. خب کتابی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم اسمش هستش سگانه دوقلوها یا همون تریولوژی دوقلوها از آگاتا کریستوف. اشتباه نکنید، آگاتا کریستی منظورم نیستش، منظورم آگاتا کریستوف هستش که تصمیم گرفت در مورد جنگ جهانی و تبعات اون بیاد یه کتاب بنویسه. حالا در مورد چیه؟ اینطوریه که سه تا کتاب هستش و تو هر کدوم از این کتابها یک دوره از زندگی این دوقلوها بیان شده که خیلی 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 جذاب و خوندنی هستش و از نظر ریتینگ و نظراش خیلی نظر مثبتی داشته. جلد آخرش امکان داره توی یه حاله از ابهامات تموم بشه، اما خب هر کسی نتیجه خودش رو میگیره و فوق‌العاده هم جالبه و کتاب اول و دوم هم که داستان خودشونو دارن به شدت داستانای جذابی دارن و حتما بهتون پیشنهاد میکنم اگه در مورد تبعات جنگ یا مثلا تبعات نظر مختلف مردم یا مثلا داستانای مختلف توی زندگی یه دوقلو علاقه مندید حتما سراغ این کتاب برید. مرسی. ممنون که تا اینجا بیننده ما بودین و ازتون میخوام اگر این نوع ویدیوها و موضوعها علاقه دارید ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شید. پس تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار. دیگه ما به راجع به واژه ابتذال صحبت کنیم، تیغ ممیزی رو تیز کردیم که در همه موارد وارد بشه. تیغ ممیزی تیزه روی روشنفکر و باسواد و تیغ ممیزی اتفاقا روی ابتذال کنده برای ردگم کنی. هرگز نمیذاره آدم باسواد، آدم مسئول، دلسوز، منتقد، نقد نمیذاره کارشو بکنه، اما جلوی ابتذال و لودگی و کثافتکاری رو باز میذاره که بگه آزادیه. نه ما دوستش نداریم.